سلام مجدد دارم خدمت همه شما خوبان بیننده و در بخش نخست برنامه قرار داریم و در این بخش دکتر محمد روحانی کارشناس مشاوره و روانشناسی متخصص طب اسلامی و سنتی را با خود داریم. در بخش ها در روزهای متعدد ما دکتر صاحب های را داشتیم که در بخش طب امروزی طب تکنولوژی با خود داشتیم. امروز خواستیم با دکتر صاحب روحانی درباره طب سنتی صحبت های را داشته باشیم. خیلی خوش آمدیم دکتر صاحب عزیز. خوش باشین. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام خوبان بیننده در تلویزیون اصلاح و همچنین تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب شما. با موضوع طب اسلامی در خدمت شما و تمام بینندگان عزیز هستیم. تشکر آقای روحانی عزیز. امروز که درباره طب سنتی و اسلامی صحبت های داریم، میخوام در آغاز تاریخچه این طب ما بیان کنیم که از کدام زمان بده و چه قسم میشه و امروزه چه قسم است. بسیار تشکر آقای محمدی عزیز از سوال خوب شما. اگر در مورد تاریخچه طب اسلامی بخوایم سخن بگوییم، از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به اکنون طب اسلامی وجود داشته، با برخی سیر تکامل های و با برخی افزون و کمبود های به شکل جاری بوده و همچنین در عصر حاضر هم که هست کاربردهای بسیار زیادی داره و در این طب دانشمندای اسلام و همچنین اطبا و حکمای کرام بسیار زحمت های کشیدن و اکنون خود ما مصروف طبابت در طب اسلامی هستیم. تشکر آقای روحانی عزیز. در طب اسلامی از چه نوع روش های برای درمان بیماران استفاده میشه؟ آیا تفاوت های در طب اسلامی نسبت به طب تکنولوژی که امروز هست میبینیم، آیا تفاوت های در این دو طب هست یا خیر؟ اگر ما اندکی با ژرف نگری متوجه طب اسلامی شویم، طب اسلامی کدام تفاوتی با طب جدید نداره مگر اینکه روش های درمانی رو فرق میکنه. یعنی در کل میتوانیم ما بگیم که طب جدید یا عصری هم که هسته، از بطن همی طب اسلامی به وجود آمده. چون تاریخچه طب اسلامی نظر به طب عصری بسیار زیاد میباشه. حداقل تاریخچه‌ای که برای طب اسلامی یا همون طب گیاهی یا به اصطلاح عوام بگم، طب یونانی که بین مردم عوام مطرح هست، حداقل تاریخچه 5000 سال تا 7000 سال بعضی دانشمندا حد زدن. و طب جدید که هست از بطن همی طب اسلامی به وجود آمده و منشأ همی طب جدید هم که است طب اسلامی می باشه. و تفاوت هایی که در طب جدید و طب اسلامی وجود داره در این هست که در طب اسلامی روش های درمانی بسیار زیادی وجود داره و همچنین در طب اسلامی نسبت به طب جدید که هست در بعض روش های درمانی، در نظریات درمانی و همچنین در روش های توسعه غذا و دارو تفاوت های وجود داره. در طب جدید اکثرا از دواهای شیمیایی معمولا استفاده میشه که در طب اسلامی از دواهای گیاهی استفاده میشه. یعنی در طب اسلامی بر علاوه از اینکه از دواهای گیاهی استفاده میشه، از روش های تغذیه هم برای تداوی استفاده میشه. مثلا مریضی که نزد ما مراجعه میکنه، ما با اصلاح روش تغذیه او شخص، یعنی با اصلاح روش تغذیه و اصلاح افکاری که همچنین مربوط به روانشناسی میشه که خود روانشناسی از طب اسلامی کندگی نداره، ما با این روش ها به تداوی او شخص میپردازیم. در حالی که در طب اسلامی چندین بخش درمانی از جمله حجامه، زالو درمانی، فست، گیا درمانی و غیره وجود داره و در طب عصری که هست بخش معمولا جدا شده، مثلا بخش گوش و گلو و بخش امراض داخلی یا بخش ارتوپیدی و امثاله هم. بله، شما ذکر کردیم که طب اسلامی با روانشناسی با دیگر رابطه داره، یعنی لازم و ملزوم یک دیگر هستن. بله. در قبال از اینکه شما از طب اسلامی در فرد پیش میریم، مشاوره های روی روانی هم به فرد داریم یا خیر؟ بله آقای محمدی عزیز، در کل موفقیت ما در طب اسلامی در همین هست که ما در پهلوی اصلاح تغذیه و روش های درمانی از طب اسلامی از
ترفنهای روانشناسی هم کار میگیریم که به فرموده شما روانشناسی از طب اسلامی کندگی نداره، به دلیل ای که ما و شما در قرآن کریم آیاتی داریم در مورد روح و روان، و همچنین در منابع اسلامی زمانی که ما و شما بررسی بکنیم بسیار نشانه های از روح و روان وجود داره که در نتیجه بعضی حکما و اطبای کرام حتی به این نظر هستند که اکثر امراض نخست جنبه روانی و روحانی داره و سپس به شکل جسمانی خورد تظاهر میکنه بهم. و در کل در طب اسلامی که است چون کدام محدودیتی نیه، تمام امراض قابل درمان هست و هم جنبه روانی و هم جنبه جسمانی. در طب اسلامی هم آیا کدام عارضی که در ما در طب عصری یا جدید داریم که مثلا اگه فرد دچار چنین مریضی میشه دکتر سبزو مشوره میده که تو مثلا یا چربی نخور یا شوری نخور و یا کدام غذاهایی را استعمال نکن، آیا در طب اسلامی هم چنین روشی وجود داره یا خیر؟ بله آقای محمدی عزیز، پیشتر من تذکر دادم که در طب اسلامی که است ما با اصلاح تغذیه، اصلاح افکار و همچنین روش های پرهیز و دوا تداوی به پیش میبریم. اشخاصی که پیش ما میایه مثلا ما مزاج او شخص بررسی میکنیم، ما از طب جدید هم تا حدودی استفاده میکنیم، مثلا در بخش امراض سرطانی، سرطان خون که معمولا در طب اسلامی قابل تداوی هست، از طریق تست های لابراتوار بر ما مریض امو تست لابراتوار میاره، و یایی که بخش بیولادی که از طریق بیاولادی هایی که منبع و اسپرم صفر و یا کمزوری اسپرم باشه اونا تست لابراتوار نیاز داره که ما از این طریق باز از تست های لابراتوار هم در طب اسلامی استفاده میکنیم، در پلوی از این که روش های تغذیه و روش های اصلاح افکار و روش های گیاه درمانی در عین زمان به کار میبره. بله تشکر آقای روحانی عزیز. در اینجا میخوام از شما پرسم که چه امراضی میتونیم از طب سنتی یا مو طب اسلامی هسته میتونیم ما تداوی داشته باشیم امراضی؟ آقای محمدی عزیز و تمام شنوندگان خیلی خوب ما در تلویزیون اصلاح که ما را میبینن، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و به این چیز عقیده داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنچه که آورده حق است و آنچه که آورده از پیش خودش نیست، از پیش خودش نیست، نه الله پاک برش وحی کرده و او بر امتش رسانده. آل رسول خدا صلی الله علیه و سلام فرمودند لکل داء دواء، بنا بر این حدیث صحیح که از رسول خدا صلی الله علیه و سلام نقل شده، ما گفته میتونیم که در طب اسلامی هر آن بیماری که باشه قابل درمان و علاج هست، ولو که سرطان باشه. و خیلی به شکل اختصار اگر بر شما بگم، از زکام تا سرطان در طب اسلامی قابل درمان هست انشاءالله، اگر الله پاک خواسته باشه. اگر او شخص به درجه آخر رو نرسیده باشه و یا بهتر است بگم که روز مرگش فرا نرسیده باشه و یا همو بیماری وسیله مرگش نباشه، انشاءالله هر قسم بیماری که باشه در طب اسلامی قابل درمان و قابل علاج هست. بله. سوالی که میخوام در این بخش از شما پرسان کنم درباره از اینه که ما میتونیم در طب اسلامی چه قسم میتونیم عملیات های جراحی رو انجام بدیم؟ در طب اسلامی متاسفانه با سلنگاری برخی از اطباء، تمام اطباء نمیگم چون برخی از اطباء واقعا زحمت کشیدن که دستای مبارکشان قابل بوسیدن هست بح. و برخی اطباء متاسفانه به همو علم چندین سال پیشتر خود اکتفا نموده و آنقدر این طب را به پیش نبردن که جای بسیار تاسف و تأثر هست. و بخش جراحی که یک بخش بسیار عمده در طب اسلامی است، چنانچه قبلا تذکر دادیم که آلات بسیار پیشرفته در همون زمان در طب اسلامی اختراع شده بود توسط اطبای اسلامی، ولی در عصر حاضر متاسفانه جای جراحی فست و حجامه گرفته. درباره حجامه صحبت های شما داشتیم، فکر کنم در ذهن همه بینندگان سوال خلق شده باشه که ما کدام امراض میتونیم از طریق حجامه تداوی کنیم. اما امراضی که قابل تداوی از
میتونیم حجام صورت گیره برای بینینده بیان کنیم که این سوال از ذهن همه انشالله برطرفش. بله بسیار سوال خوبی است آقای محمدی عزیز، تشکر میکنم. حجام در کل به دو منظور استفاده میشه، یکی پیشگیری و یکی تداوی. زمان شخص یک بیماری داشته باشه، او شخص میتونه به منظور او بیماری خود حجام کنه، اما زمانی که کسی بیماری نداره به منظور احیای یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم او شخص حجامه میکنه. بله. او پیشگیری هم گفته میشه، سنت هم گفته میشه. و زمانی که شخص امراضی از جمله چربی خون، غلظت خون، پرخوابی، کمخوابی، ریزش مو، مشکلات جنسی، درد عضلات و امثال هم امراض بسیار زیادی هست که از طریق حجامه قابل درمان هست، که متاسفانه فکر نمی کنم برنامه شما آنقدر تقاضا کنه که ما تمام ارنام ببرم. پس به همین چند چیز اکتفا میکنیم که حجامه هم به منظور پیشگیری استفاده میشه و هم به منظور تداوی استفاده میشه. تشکر آقای محمدی. آقای روحانی عزیز، امو امراضی که در بخش حجامه صورت در امراض زیاد میتونه داشته باشه، ولی چند تا نمونه تن یاد کردن تا خوبانی بیننده اگر کدام امراض در بخش داشته باشن در بدن خود میتونم از طریق طب سنتی میتونیم رفع کنیم. چی نیاز است که ما بتونیم مصرف های گزاف در بدن خود به وجود بیاریم که بتونیم از طب سنتی استفاده، از طب عصری استفاده کنیم؟ طب سنتی هم میتونه یک روش بسیار ساده و بسیار آسان و کم هزینه در بحث طبابت امروزه میتونیم از این طب هم استفاده های عظیمی ببریم. در طب اسلامی از چه نوع داروهای استفاده میشه که نسبت به طب عصری میتونه داشته باشه؟ در طب اسلامی معمولا از داروی گیاهی استفاده میشه، داروهای گیاهی و همچنین داروهایی که طبیعی است و اونا جنبه شیمیایی یا کیمیایی نداره اونا استفاده میشه. و همچنین در حین زمانی که از روشهای گیاهی استفاده میشه، چنانچه قبلا هم تذکر دادیم، از روش های اصلاح تغذیه و همچنین از روش های غذا درمانی و یا ای که میوه درمانی و اصلاح افکار همچنین استفاده میشه. دلیل از این که در طب سنتی میتونیم از دواهای گفتیم طبی استفاده میکنیم، طبیعتی، در طب سنتی عصری که هست دواهای تکنولوژی، چی تفاوتهای بین این داروهایی که در طب امروزه استفاده میشه و در طب سنتی استفاده میشه، چی تفاوتهای میتونه داشته باشه؟ سوال خوبی است آقای رسولی، آقای محمدی عزیز. در طب عصری که هست معمولا دواها عوارض جانبی داره، ولی در طب اسلامی که هست اونا عوارض جانبی نداره، به دلیل ای که اونا طبق مزاج شخص توصیه میشه. مثلا مزاج شخص بررسی میشه از روی نبض، فشار، حالات ظاهری و حالات باطنی و همچنین از روی تست های لابراتواری که بر ما مراجعین و یا ای که مریض های محترم میارن، از روی اونا مریض تشخیص میشه و همچنین از روی زبان، از روی ادرار و روش های دیگه تشخیص داره، که زمانی که تشخیص شد، تشخیص بدون خطا است. یعنی زمانی که تشخیص که در طب اسلامی بدون خطا باشه، داروی هم داروی گیاهی باشه، از عوارض جانبی پاک و مبرا می باشه انشاءالله، به شرط ای که طبیب حاذق باشه و شخص را بتانه به خوبی تشخیص کنه، چون تشخیص نیمی از تداوی است. و گاهی اوقات ما در برخی جاها گفتم که تشخیص حتی حدود 70% تداوی در بر گرفته، به دلیل ای که تا زمانی که تشخیص درست صورت نگیره تداوی ناممکن می باشه. در اکثر جایها عزیزای بیننده شاید برخورد کرده باشن که بسیاری داروها را استفاده میکنن، تا زمانی که دارو استفاده میشه شخص جور است، زمانی که دارو خلاص میشه شخص ناجور هست. حتی برخی مریضا پیش ما میایه که 2 سال و 5 سال اونا استفاده دارو ادامه داده، ولی همی که دارو قطع میشه دوباره او مریضی رو برگشت میکنه، که ضمن ای که عوارض جانبی هم داره، دوا خاصیت تسکین داره که الحمدلله در طب اسلامی چنین چیزی وجود نداره. در طب اسلامی که است با اصلاح مزاج شخص دوباره او شخص سلامتی رو برمیگرده. و یک مثل عامیانه ما شما دارین که میگه اگر میخوای بر کسی واقعا خدمت کنی، تو برش ماهی گیری رو یاد بتینه، تو برش ماهی نده که همیشه محتاج تو باشه. دقیقا طب اسلامی همین کار میکنه،
طب اسلامی با اصلاح افکار، اصلاح تغذیه، اصلاح مزاج شخص، او شخص در بدنش قادر میسازه تا ای که دوباره همون شخص سلامتی و حفظ بشه و دیگه نیازی به دارو نداشته باشه. حتی برخی مریض های بسیار خطرناک سرطانی بوده که اونا الحمدلله در 4 ماه تداوی شده، دیگه نیازی به تداوی هم نداشته و اونا دوباره بدن اینا خون تولید کرده، اگرچه قبل از این او بدن اینا خون تولید نمی کرده. بله، امروز میبینیم یک مریضی به نام ویروس کرونا روی زبانهای همه افراد کل جهان و بالاخص مردم ولایت هرات ما سرازیره. میخوام از شما بشیم که راهها و پیشگیریهای در طب سنتی هم وجود داره در امی ویروس کرونا یا خیر؟ آقای محمدی عزیز و شنوندگان عزیز و همچنین بینندگان تلویزیون اصلاح، باید که متوجه باشند که در طب اسلامی در صدر اسلام بیماری های وجود داشته به اسم وبا و یا طاعون وجود داشته که اونا نوعی از انواع ویروس هاست و همچنین به شکل کرونا میتونه اونا واگیر بوده باشه. و همچنین در منابع اسلامی ما بسیار ویروس های داشتیم که اونا تحت عنوان وبا یا طاعون یاد شده که ویروس کرونا نوعی از همون انواع ویروس های فراگیر یا ساری می باشه. در بخش ویروس کرونا در طب اسلامی الحمدلله هم پیشگیری وجود داره و هم تداوی وجود داره و شاید این غلو و یا ای که گزافگویی باشه و یا ای که دهن کوچک و سخن بزرگ باشه که برخی عزیزا تصور کنن که کشورهای پیشرفته نتانسته روش درمانی توصیه کنه. شما چه قسم روش درمانی توصیه میکنیم؟ ما با رعایت توصیه های بسیار مهمی که وزارت محترم صحت عامه ارائه کرده، با اصلاح تغذیه و همچنین با روش های درمانی که در طب اسلامی وجود داره، به خوبی میتونیم سطح سیستم ایمنی بدن بالا ببریم و زمانی که سطح سیستم ایمنی بدن بالا رفت، او شخص بدنش قادر میباشه که به خوبی در برابر ویروس مبارزه و مدافع داشته باشه. و کسایی که در طب اسلامی میخواه که در برابر ویروس کرونا بدنش مقاومت کافی داشته باشه، ما از او عزیزا خواهشمندم که به تمام وصیت های دکتر صاحبای محترم که در بخش پیشگیری را کردن و همچنین وزارت محترم صحت عامه که برخی نکات ضروری را مهربانی کردن بر مردم عزیز ما ارائه کردن، و اونا پایبندی کامل داشته باشند. چون در طب اسلامی که است، درسته که ما دعاهای مسنونه داریم که برای حفاظت ما و شما به کار میره، و اما استفاده از اسباب خلاف توکل نیست. یعنی ما و شما در حین استفاده از اسباب باید بر الله پاک هم توکل داشته باشیم. باید ما و شما نکات ضروری که وزارت محترم صحت عامه گفته رعایت کنیم، دعاهای مسنونه و اذکار صبح و شام بخوانیم از نظر طب اسلامی، و حجامه در صورت نیاز انجام بدیم، چون زمانی که حجامه شد شخص سیستم دفاعی بدنش بالا میره، خون غلیظ بیرون میشه، میکروب هایی که در بدن وجود داره اونا بیرون میشه، سلول های مرده بیرون میشه، بدنش باز دوباره از همون غذایی که استفاده میکنه و میخوره خون سالم میسازه، و زمانی که خون سالم باشه به خوبی میتونه در برابر بیماری ها دفاع کنه. و سخنهای بسیار گفتن بسیار زیاده در این مورد برای گفتنه و امیدوارم که زیاده گویی نشده باشه. بله، خیلی صحبت های ضروری و لازم و نکاتی که اگر ما شما و بیننده های عزیز مراعات کنیم، میتونیم که انشاءالله دفع ویروس کرونا را هم داشته باشیم. دلیل موفقیت طب سنتی نسبت طبابت های دیگر در چی میباشه؟ دلیل عمده موفقیت طب اسلامی نظر به سایر روش های درمانی در این هست که ما حتی سر غذای مریض های خود تمرکز میکنیم، سر خوراکی اونا تمرکز میکنیم. یعنی زمانی که یک مریضی پیش ما میایه، ما یک نسخه درمانی که برای امیدیم در پلو از اون ما روش های تغذیه داریم، یعنی همون غذاهایی که بر بدنش سازگاری نداره اونا رو به شکل پرهیز قرار میدیم، و غذاهایی که اون شخص رو به سلامتی نزدیک میکنه اون رو بر شخص توصیه میکنیم. و در کل روش های درمانی ما
در کل اگر بگیم دو کتگوری تقسیم میشه، یعنی دوایی که ما میدیم به دو شکل، یکی بیماری را از وجود میکشه، دومی که سلامتی رو میاره. و حتی اطبای بزرگوار به این نظریه هستن که زمانی که ما و شما اصلاح تغذیه داشته باشیم، غذای ما و شما طبیعی و سالم باشه، نیاز به دوا پیدا نمیکنیم. و تا زمانی که به ادویه مفرده بیماری شخص دفع میشه، ما و شما نباید به ادویه مرکب بپردازیم. تا زمانی که با غذا بیماری شخص دفع میشه، نباید دارو توصیه بشه. در طب اسلامی الحمدلله این چیزا همگی مد نظر گرفته میشه و همون میوه‌جات، سبزیجات و غذاهایی که بر شخص مفید هست من حیث توصیه طبی بر شخص قرار داده میشه و همچنین غذاهایی که بر شخص مضر هست اونا من حیث پرهیز بر شخص قرار داده میشه و در پهلوی ازی شخص با روشهای اصلاح افکار و همچنین با روشهای گیاه درمانی به پیش میبریم تداوی و همچنین اگر ضرورت بود حجامه میکنیم شخص را و اگر ضرورت نبود به همو دوایی که میدیم با اصلاح تغذیه اکتفا میکنیم. بله، تشکرات دکتر صاحب عزیز. صحبت های خیلی همه جانبه، یعنی صحبت هایی که اگر ما شما به اون قید صحبت ها بپردازیم میتونیم بگیم به نحو صحبت های بسیار مفید و عالمانه بود، همچون در از طب سنتی صحبت های داشتیم و نحو میتونستیم از طب عصری هم که امروز میتونیم بگیم از اون هم صحبت های شد. استفاده از مواد از غذاهایی که دکتر صاحب عزیز بیان کردم، استفاده از سبزیجات، میوه‌جات و امو توی تغذیه های مو پلان هایی که خود دکتر سی میتونه به اون بیمار خور بده، میتونیم به نحوه بر صحت و بیماری مو فرد نسبت به طب عصری فایده ها ایر داشته باشه. در اخیر اگه کدام پیام گفته این دیشته باشیم اشرا میشنه. پیام ما از مردم بسیار خوب ما و از شنوندگان و بینندگان تلویزیون بسیار خوب اصلاح این است که به توصیه ها و به نصیحت و وصیت های وزارت محترم صحت عامه گوش فرا بدن و همچنین این بیماری کرونا را به شکل عادی و سلنگاری نگیرند و در برابر بیماری کرونا بسیار با جدیت اونا برخورد کنن. و همچنین توصیه‌ای که بسیار مهمه اینه که عزیزان ما شما کوشش کنیم که افکار خود بسیار پریشان نکنیم. زمانی که شما افکار خود بسیار پریشان کنین، به خودی خود همو سیستم دفاعی بدن شما سطح پایین میایه و میزان مقابله بدن شما در برابر ویروس کرونا بسیار پایین میایه و خدای نکرده ویروس کرونا دامن شما عزیزار میگیره. شما با اصلاح تغذیه که سعی کنیم همو روش های تغذیه که وزارت محترم صحت عامه گفته و سازمان بهداشت جهانی یا سازمان صحی جهانی گفته و استفاده از برخی غذاهایی که دارنده ویتامین سی که در طب اسلامی اونا غذاهای سوداوی میگه یا ترشی مزاج معمولا و غذاهایی که گرم باشه، شما عزیزا کوشش کنیم سیستم دفاعی بدن خور حتی الامکان بالا ببریم تا ای که به توفیق الهی بدن شما قادر باشه تا در برابر بیماری کرونا مبارزه و مدافع داشته باشه. بله، تشکر از آقای روحانی عزیز که صحبت‌های را در بخش طب سنتی با ما داشتم. امیدواریم که همه من و شما خوبان بیننده صحبت‌ها از اینا یادداشت‌های داشته باشیم و بتونیم به طریق مو طب سنتی از بعد انشالله بیماری‌هایی که در بدن فرد وجود داره بتونیم رفع کنیم. یک میان برنامه کوتاه می‌گیریم، بعد از میان برنامه به ادامه برنامه از ریوا با شما خواهید بود.